بینید عزیز با خانم پرستو هستیم، آوازخانی که از سالهای بسیار دور و دور با یکالم دشواری هنر شروع کرده و امروز با ما هست. میخواییم با جزئیات کارایش بیشتر آشنا شیم. زیاد خوش آمدید. قربان شما، خوش باشید. خانم پرستو عزیز، جان من، وقتی به دنیای هنر پا گذاشتین کار آسانی بود یا کار دشواری؟ اینقدر دشوار که تو امیل از دشواریاش فراموش کنم. کدام حادثه به خاطرتان مونده که هیچ‌وقت فراموش نمیکنین از آغاز کارتان؟ از آغاز کارم بدبینی خانواده، بدبینی خیش و قوم، بدبینی که در مدرسه میرفتی و در مکتب درس میخوندی، صنفی ها به طرفت سیر میکرد که ولو به رادیو میخوانند. یک خانم است که به روی استیج میرن. یعنی رادیو و استیج مفاهیم بدی بود ما بین جامعه؟ در گذشته ببینین، در گذشته ما اصلا یک چند خواننده بسیار معدود بود که به عنوان یک خواننده زن در افغانستان خواندن. خب البته تا امروز باقی ماندن و یک تعدادشان البته با حق پیوستن، ولی هنر بر زن در افغانستان یک فاجعه بود. مثل که تولد زن در افغانستان یک خشونت است. موسیقی هم همچو چیزی بود. دکتر سیبه گوید به نظر شما چرا اعتراض است؟ چرا مثلا جامعه تیپ افغانی که زن کامل مناسبی نفوسش داره، نصف نفوسش داره، ناگهان چرا باید که رفتن به طرف هنر کار دشواری باشه؟ نظر به تجربه های شما، وقتی که آدم ها مثلا انتقاد میکردن سر شما یا سر فامیل که چرا به طرف موسیقی رفتین، چی میگفتن؟ یعنی چی بود؟ خب اینطور بود که خواندن برای یک زن بسیار گناه بود. گناه بود. یک وقتی اگر شما به یاد داشته باشین، رویلوچی در افغانستان بوده، میگفتند که اوه این صدر اعظم یا این جنرال یا این دگروال دیشب نشرمید خانم خود رویلوچ ساخته بود، دستمال به سرش بسته کرده بود، برده بود در یک محفل. رویلوچی برای مملکت ما برای زنها یک فاجعه بود، شما میفهمید. چی خواستایی که یک خانم بره و بخونه. ولی یک چیز دیگر میخواستم بگویم، برحالش محافل جشنای زنانه وجود داشت. بله. شما میفهمید. بله. مثلا برنامه‌ای که نامزدی ها بود، ممکن زن جدا مرد جدا، پیش از دورای ما را میگم، وجود داشت. چرا با وجودی که نیاز بود، یعنی میفهمیدن که همین برنامه خوشی نیاز است که آدم ها به او سهم بگیرن، طبقه اوناس هم سهم بگیرن، ولی ناگهان تلویزیون چی بود؟ یعنی هدف میخواستم بگیم که جامعه به حد سنتی چطور با رادیو مخالف بود، یعنی چی معنی داشت برش بودن در رادیو؟ ببینین آقای بدی، بسیاری وقتا یک چیز رواج میباشه، حتما شما موافق هستین. مانده بود در کشور ما در افغانستان بعض انانات او قدیمی شده بود، باید سر از او کار میشد. متاسفانه کار نشده بود سر از او. اگر کار میشد در گذشته و زنها فعال میبودن، میتونستن که دشواری را دور کنن، راه را انوار بسازن. مثل که امروز ماها امی کار کردیم که امروز نازنین های دیگه میاین و استاده میشن و میخوانن. اما اصلا قربانی از ایرا ماها بودیم. ماها و امثال من، استاد محوش، خدا ببخشه، خانم جیلا، خانم رخشانه، خانم سلما، انگامه جان، نغمه جان و همه شان، اگر من نامای نازنینشان رو بگیرم زیاد استن، خانم نایید بزرگ، خانم قمرگل، همگی ما وقتی که آمدیم، ما در ایران مبارزه کردیم، یعنی ما یک انقلاب هنری کردیم. چگونه این مرزا رو عبور کردین؟ برای اینکه شما وقتی شروع میکنین، ما بین خانه تبریک، من با حافظه دارم کال دوباره خواهد گفتین، لحظه اولی که خواندین کار آسان نبود، برخورد با پدر بود، تا دوستان صدمه دید، چطور بود؟ دوست دارین یک قصه یک کوتاه از خانواده خود کنم؟ چرا نی؟ من وقتی که خواندم، وقت به رادیو من به پروگرام اطفال رفتم، اما کوتاه کوتاه میگم که برنامه وقتش نگیرم، به برنامه پروگرام اطفال رفتم، ترانه میخواندم، به ترانه خانی. در اونجا قربان شما، استاد خیال بزرگ آمد، در دست ما گرفت، من از این بین ترانه خانه بیرون کشید. من در یک وویلا شدم، چرا مرا نمیمانین که من ترانه بخوانم؟ گیریان گفت تو ترانه نخوان، تو بیا برو بیت بخوان. گفتم چرا؟ گفت بسیار صدای مقبول داری، صدایت خوشم آمد، بیا برو بچه این بیت بخوان. باز خدا غریق رحمت کنه، استاد سلیم سرمست که من برشان به نهایت در غیاب از لحاظ فیزیکی از پیش ما رفتن، برای هنرشان همیشه پیش ما قابل تقدیر است و دوستشان دارم، استاد ارمان و استاد مددی، با استاد خیال اینا یک جای شدن، رفتن به استدیوی 52 بود. من گفتن غیر ترانه یک چیز دیگر بخوان، چی را دوست داری که میخوانی؟
باز ما در او وقتا بسیار فیلم ایندی باز نیست و من میال اگه دو فیلم از من پرسان کنین من هیچ فیلم نمیشناسم، دخترای فیلم نمیشناسم به جای فیلم، چون هیچ ندیدیم از مو اول، مخالف نبودم، وقت نداشتم. یک خواندن خانم ژیلا را بسیار زیاد دوست داشتم. امی تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق سیاه من، این را خواندم. خواندم دیدم که دست خود از سر شانیم خدا باشه استاد هاشمان، تو بسیار گفت بلاستی، تو بیدی نمیده بخوان. باز رفتم یک مدت از پدر خود کنجکاو بودم که یعنی خواندن خوب است. باز میدیدم که هر کس میده خانواده خودم هم که پدر مثلا یک دگروال بود، سای منصب بود، آدم روشن بود، ولی میگفت نی بچه برزن در افغانستان. خود دیدم که در خانه مخالفت است، مادر خوب بیخی مخالفت. یک روز یک آهنگ خواندم از استاد زاخیل، یک آهنگ پشتو بود، توبه توبه، نام خود نوریه احمدی ماندم که خواندم. مادر من میتون صدای مرا شناخت، که شناخت آمد در اون خانه. من دراز کشیده بودم، یک لیافک سر پایان بود، یک چیز را میخواندم امرای می دو دست خود که قیل کرده می کتاب امرای لیاف بالا پرید. گفت اینم ای خود تو بودی، حال من برای پدرت میگم، برای برادرت میگم. و مادر ما گفتم این کاره، به اصطلاح امرای من امنوا نبود، رفیق نشد. باز من دکتر سیم وقتی که رفتم پیش پدرم، دیدم پدرم سر میکنه، دویدم در خانه زمستان بود، صندلی بود، دمی زیر لیاف صندلی در آمد. آمدم پدرم لیاف فقیر کرد و برادرم هم صدا کرد. آمدن واقعا همه تو میگن یکان دفعه که ظالمانه پدر و برادر مرا لطکوب کردن و اینمی دست من از اینمی قسمت درس شد و شکست. خب برر صورتش کاکا یک مقدار تا یک زمان امرای ما هیچ رفت آمد نکرد، برادر تا آخری بالاخره هم فامیل خبر شدن دیگه. بالاخره همه فامیل خبر شدن و ما در او وقت یک آدمه که بسیار کوچک اترکال میبینین و اصطلاح وزن نداشتم، ایتی یک گودی یک واره و هر کس مرا کش میکد، یکی همراه مشت خود میزد، یکی گوش من کش میکد، یکی مرا دشنام میداد. ولی من میگفتم که من قربانی امیرای هنر هستم و من بر مملکت خود همی گریان میکدم و میگفتم که قبول کنین که من یک چیز خوب میشم. چند سال داشتین شما؟ من در وقتی که موسیقی را شروع کردم تقریبا در حدود اولین آهنگ خود در 13 سالگی خواندم. بله در 13 سالگی خواندم. اون وقت بود که دستم شکست؟ همون وقت بود و اولین آهنگ من که فعلا شکر حیات هستن استاد مددی درجه اول پاس کردن. باز من آمدم گفتم که نه نفهمیدم درجه اول. گفت تو خواننده درجه اول هستی و از ماه آینده هم امروی توی قرارداد هنری میکنیم. برای من بسیار جالب بود، خانندهایی بودن که سالها این رادیو اجازه میداد شما حتما کسی داشتین شما را تا رادیو میبرد یا خودتان میرفتین؟ من در 13 سالگی نرمال مکتب خودم میرفتم، من در کورس تایپیستی میرفتم، تایپ پشتو یاد میگرفتم، تایپیستی فارسی یاد میگرفتم. یک آدم مطلق، یک آدم پرکار بودم، کتابایم زیر بغلم. یک بار شما مرا به کتابخانه یا وزارت معارف میدیدین، بسیار به شعر علاقه داشتم، به کتابخانه بسیار علاقه داشتم. اگر 5 دقیقه من میالم که بیکار باشم، فقط من مصروف یک کتاب هستم. زندگی من عشق من فقط کتاب بود، کار. اگر شما از من جور کنین یک آدمی که بگوین یک هفته در خانه بشی، به هیچ وجه شیشتا نمیدارم. در حقیقت مخفیانه میخواندین، درسته؟ مخفیانه خواندم تا تقریبا یک سال دیگه. باز بعد از یک سال وقتی که خواندم و قول دادم برشان که من ایرا بسیار مثبت پیش میرم و بسیار سالم بر خانواده شما دستاوردهای بسیار خوب میارم، باز یک وقتی که بسیار به اصطلاح صاحب یقین که یک نام و نشان شدیم، او وقت پدر زنده نبود که برش میگفتیم که چیزایی که توقع داشتی دوست داری امروز بیبی. اما خوب از دیگه مثل ما بایت تر بای شما رو وقتتانه نگیرم که تنها ما در این را قربانی نبودیم، هر خانمی که خوانده این دشواری ها را این راه ها را طی کرده و مردم ما از امو خاطر است که امروز شاید بسیار چهره‌های تابناک موسیقی بدرخشه، از لحاظ صفحات تلویزیون، از لحاظ مثلا بعض اوصاف مقبولی که در خانه ما هست، ولی ما با صدای خود، با کارکرده های خود، با ترانه های میهنی خود برای مادر، برای افغانستان، با عشق و محبت، برای دوستی خود، تا امروز برای مردم خود هنوز هم تازه هستیم، کنه نمیشیم، چون با عشق برشان خواندیم، با احترام برشان خواندیم، دوستشان داشتیم، بازیشان ندادیم با شعرهای مبتذل و بازاری و شعرهایی که گلوی مردم ما را خفه کنه و گوش هایشان را خراب کنه، انحراف بته بر اولادایشان. اون موسیقی را ما هیچ وقت در افغانستان ناورده. پرستو جان، من با سه پرستو روبرو هستم. بفرمایید. پرستوی پیش از مهریار، یعنی سوما. بله. درست است؟ بله. پرستو رحیم مهریار. بله. زنده یاد، یادش بخیر. بله. و پرستوی بعد از مهریار. بله.
با کدام از این زیادتر آشتی هستی؟ من با همه کارکردهای زندگی خود، با همه نامه‌های خود آشتی هستم و همه دوست دارم. درست. چه تفاوت وجود داره بین این سه دوره؟ خب زندگی هر لحظه‌اش تفاوت وجود داره، ولی مربوط به انسان میشه که انسان در هر زمان چگونه میتونه خود بالاتر، بلندتر، مثبت‌تر و خوبتر بسازه. چی اثر روی کار هنریتان داشته وقتی که شما لست آهنگایتان رو میبینین؟ لست آهنگایی که قبل از این دوره خواندین، با مهریار خواندین و بعد از او خواندین، دی لست مثلا به نظر شما تصور چی است؟ که کدامش کدام بخشش جالبتر بود، کدامش کدام بخشش جالبتر، کدام بخشش شاید اگر خم میشد طور دیگه بهتر بود؟ من تو فکر میکنم که وقتی که من با مهریار ازدواج کردم، مهریار با یک پرستوی شناخته شده ازدواج کرد. من پیش از مهریار در آهنگای وقتی که خواندم، خوشبختانه زندگی به من چانس داد که من را مردمم شناخت و من به اصطلاح برای مردم خود قابل قبول شدم و مردم من مرا دوست داشتن. یعنی زوج شما دو زوج شناخته شده با هم ازدواج کرد؟ بله. هنر من بالای هنر مهریار تاثیرگذار نبوده و هنر مهریار 100% بالای هنر من تاثیرگذار نبوده. ما با هم خانم و به اصطلاح شوهر، ولی کارکرده های ما، عقیده ما، شخصیت ما، همه چیز ما متفاوت بوده. از اون نگاه هر کدام ما جایگاه خود داشتیم. این نظر من است دکتر جان. شما میتونستین با هم قسمت بکنین هنره؟ برای اینکه بعضی دفعه وقتی شما میگین تفاوت‌ها وجود داره، درست بله. کامل خوبه، هر کس رقم خودش باشه. بله. اما چطور میتونه زوج هنری آشتی بکنه با هم؟ خب دوست هنر چطور میتونه مشترک باشه؟ خب باز هنر ما را آشتی انداخت. درست. در چه حدودش؟ یعنی کدام وایده هنر است که میتونه آشتی بده خب. دادم؟ ببینین وقتی که یک کارکرد مثبت باشه، اگر ما شما اینه میگیره چای بخوریم، بگویم شما همی چای قبول کردین مزه دار است، ما بگویم دکتر صاحب مزه دار است، پس با هم موافق میشیم میخوریم. وقتی که ما روی یک آهنگ کار میکردیم، طور مثال مهریار صاحب میگفت که شیر بسیار مقبول است، من میگفتم ترس بسیار مقبول است، مثلا میگفت وای طبل سبچا، من میگفتم اگر یک کیبورد مثلا روش کار شوه، مثلا طور مثال اونها میگفتن اگر ویلون داشته باشه، مثلا من میگفتم اگر یک دولو مثلا به این کار شوه کی زیباتر شوه. وقتی که زیبایی ها با هم تفاوت داشته باشند، موافق باشند، طبعا انسان هم بچه خودم بر شما میگم این نقطه برم بسیار مهم است. راز جالبی داشتین تا آخرین لحظه یک جا بودین با مهریار مرحوم. اکثر جوره های هنری دوام نمیارن. بله. از او خاطر از شما پرسان کردم. بله. که رازش در چی است؟ برازی که یک جای میرسه که هنر قدر حجم هنر کلان میشه. بله. که ناگان القای کوچک ازم میپاشن. بله. اگر القا احتمالاً اگر با هنر بزرگ شه موضوع علایده است. بله. او رو میخواستم بفهم برازی که ممکن برای کسایی که امیل از تلویزیون شما رو میبینن تجربه شه زوجای هنری که با هم هستن. بله. چی نکاتی است که بسیار مثبت است که آدم باید نگه داره؟ من به شما یک بسیار کوتاه توضیح میتم دکتر سیب. ما وقتی که با مهریار ازدواج کردم، خب اول که اتو به شما بگویم که مهریار آدم سختگیری بود، این شما هم میفهمین، همه مردم هم میفهمن، ولی زندگی را من اینطور فکر میکنم که هر قدر که انسان در مقابل زندگی خود پر محبت و با حوصله داشته باشه، همی گذشت زندگی را دکتر صاحب میسازه. و من همیشه از مادر بزرگ خود، یعنی از مادر کلان خود، از پدر کلان خود، از خاله بزرگ خود، از عمه بزرگ خود، از خانواده ما وقتی که صحبت میکردن، ما مثلا خود بودیم، طور مثال براتون میگم، در خانواده طور مثال مامای ما مثلا با خانم خود یک گفتگو میکرد، نه مثلا مادر کلان میگفت، خانمش هم میگفت تو باید حوصله مندی داشته باشی، تو باید تطور باشی، تو باید تطور باشی، تو بالاخره یک زن خانه میشی و یک زن خوب خانه میشی که شوهرت رو قبول میکنه. و این چیزا رو من یاد میگرفتم از درون خانواده. دنیای زندگی زن و شوهری مدیتای خود داره، شما میگین با گذشت حل میشه. گذشت هنری چیه؟ گذشت هنری ای است که ببینین اگر دو هنرمندی که از هم مربوط به خانواده نمی باشن، در یک استیج میرن، طور مثال استقبال میشن یا بعض نازکی های پیدا میشن، او خود دموتر کشن، اونا به خانه خود میرن، اونا به خانه خود. ولی اگر دو هنرمند پس در خانه میاین و هر دویش هم هنرمند می باشن، اینجا خواهی نخواهی بعضی مشکلات های می باشه که خداوند غریق رحمت کنه عبیدا صاحبه می گفت تو در اینجا پیش من یک قهرمانی گرفتی. 35 سال ما با مهریار عزیز خود زندگی کردیم، زندگی بدون کشاکش قبول کنین اقاشقانه بوده دکتر صاحب،
ات عاشقانه بوده که خودش به آخرین لحظات خود در تلویزیون پیش روی شما اقرار کرد. بر از این که من آدمی هستم که همیشه زندگی روی منطق من پیش میرم. من با اولادای خود امیال در خانه وقتی که صحبت میکنم اتو نیست که من مثلا صدا کنم اولاد خود که شبانه یا علی یا بار یا نگینه بیاین اینی کار کنین. مثلا من شبانه رو به بارها شبانه جان میگم. بچه خود علی جان میگم. نگینه جان میگم. بار جان میگم. میشانمشان پیش خواد. و یک موضوع بسیار منطقی هم روشان صحبت میکنم. چقدر این منطقه به هنرتان ارتباط داده؟ آیا فکر به نظر شما هنر کار منطقی است؟ فوق العاده کار منطقی است که روش کار شوم و منطق کار شوم. من وقتی که با میلیار سپسری یک چیزی بسیار درگیر میشدم باز من خندم روش میکردم میگفتم ببین موافقت اردوی ما یکی است میگفت میگفتم پس خوب است یا تو یا من یا من یا تو ولی هیچ وقت اردوی ما شما نبودیم ما و میلیار با هم هیچ وقت شما نبودیم همیشه اردوی ما تو بودیم همیشه تو بودیم اون مرا میدید به من نگاه عاشقانه خود ما اون رو میدیدم و جنجال نداشتم من نمیگم هیچ وقت همطور که شما گفتین زندگی ازم پاشیدن زندگی درست کردن بسیار کار دشوار است و ریختن از این بسیار یک لحظه کم میگیره بسیار یک لحظه کم هر چیز زندگی ما امیال امرای شما موافق نباشم میریزم اینم اینجا ولی اگر موافق باشم و بفهمم که شما روی یک منطق یک چیز در مورد ما گفتین ما با او بسیار افتخار میکنم. هنر با آزادی چی ارتباط داره؟ ببینید آزادی هنر آزادی برای هنر آزادی یک درمان است. یک درمان است. هنر هیچ وقت در یک محوطه محدود بودن نمیتونه. پس اینال ما بین خانواده داره. یک محوطه محدود است. چطوری آزادی را تانستیم با هم تقسیم کنیم؟ خب ببینید امی خود قبول کردن موفقیت است. وقتی که اگر منظورتان تنها سر ازدواج ما و میلیار باشه وقتی که ما با هم عروسی کردیم مجبور بودیم دونمو معوته شناخت شخصیت با هم امنوا باشیم یعنی من دیگه حرف نداشته باشم که میلیار کیست و میلیار حرف نداشته باشه که پرستو کیست ما با هم زندگی کردیم با یکدیگه خود دوست داشتیم با هر چیزی که مربوط میلیار بود من افتخار میکردم با هر چیزی که مربوط من بود میلیار افتخار کرد و تا آخرین نقطه هم با او باقی زیبا میخوایم سوال بکنم مسیر زندگی شما بله. مسیر زندگی آرام نبوده زندگی هنری شما پر از پیچ و خمی بوده که رسیدین آرام آرام تا امروز رسیده بله. این مریض این مسیر درد سرهایی داشته امور خمی شما قصه کردین بله. آسان نبوده به هیچ وجه همزمان این مسیر راحتی هایی هم داشته افتخاراتی هم داشته برای شما کدام لحظه از افتخاراتی که داشتین به حد جالب تر است که بیشتر چراغ در ذهنتان روشن میکنه ببینین مثلا به بعض هنرمندا شاید افتخار کنن که نام ها میگیرن لقب ها میگیرن دیپلم ها میگیرن مدال ها میگیرن یک فرمولتی زندگی یک هنرمند است ببینین اگر امی طور مثال شما مرا میال بگوین که من در موسیقی بسیار یک جایگاه خاص دارم شما یک لقب بر من بتین وقتی که مو ملیاقتش نداشته باشم من بر مردم خود تثبیت که نتانم کارکردهای هنری من زهیر باشه شیر مقبول خوانده نتانم یک روز به عنوان یک هنرمند زن افغان یک سراینده زن افغان در یک استیج افغانستان زهیر شم یک دو کلمه گپ بر افغانستان بر هنرش بر فرهنگش بر موسیقیش بر کارکردهایش صحبت کرده نتانم ما پس اوج خود تثبیت میکنم که من هیچ کاره هستم اگر شما به من هیچ چیز نتین و من خودم در روی یک استیج برم و او خود تثبیت کنم چی بوده لحظه خوبی که در خب لحظه خوب و نریم هر چیز بودم که بیاد برجسته است و میفهمین که اینی می خاطره در زندگی میادم ببینین بهترین چیزی که برای من در زندگی من بسیار ارزش داره گفتم اگر شما یک روز در خانه غریبی من داخل شوین دیگه در دیوارهای خانه من جای برای دیپلم و مدال و شهادتنامه و لقب و نام و نشان نمانده پر است ولی بهترین این لحظات زندگی ما اونمو لحظات است مثل که دیشب از اوجا برآمدم جوان آمدن افتخار کردم روی مماج کردن دست مماج کردن مادر گفتن خواهر گفتن خانم پرستو گفتن ترنم گفتن استاد مثال می حرفای مردم میره بار ما بهترین لحظات ما وقتی که مردم ما دوست داشته بهترین لحظات زندگی بودن جالب است وقتی شما میگین گپتون بخی دقیق است با القابایی که میتن مردم واقعا بعضی القابای مردم میتن که بسیار فراتر از القابای رسمی است بله. با القابای رسمی چقدر شما تا لقب گرفته باشید؟ ما القابای رسمی که گرفتیم البته ما القابای رسمی گرفتیم از طرف
ایتادی سرتاسری هنرمندان افغانستان که در رأسش محترم استاد خیال، محترم استاد مهوش، محترم استاد ارمان، محترم استاد مددی، محترم استاد الفتاهنگ، محترم استاد الطاف حسین، همه هنرمندا بودند که بر ما لقب مشعل ترنمه دادند و لقب ملکه ترنمه در افغانستان گرفتم در سال 2010 که به تلویزیون در تلویزیون ملی افغانستان پخش شد که اولین سراینده زن افغان بود که برای 10 دقیقه خبر ما با آهنگ ما نشر شد. و برای من اینطور یک چیز جالب نیست لقب گرفتن دکتر صاحب. ما سر چیزا فکر نمی کنم، برای زی فکر نمی کنم که اگر مرا کسی بر روی استیج آنانس بده بگوی پرستو، ولی پرستو رو دوست داشته باشه. اگر مزارها القاب بگیرم در قلب مردم نباشم، بر من هیچ کیفیت نداره. ای القابا و ای لقبا را امروز بسیار چهره های نه وقت در یک استیج میرن که نوز کار کرده ایشان معلوم نمی باشه با یک آهنگ و دعاهنگ برشان میتن. این تقدیر یا تشویق یا یک احترام به مقام یک زن میباشه. مثلا نمقدر شما گفتین تا حالا گرفتین دورهای مختلف تقدیرنامه و اینا گرفتین. بله. چقدر اثر کرد در بهتر شدن کار و هنرتان و چقدر اثر بد کرد که خراب شدین؟ نه. یعنی چقدر شما را فراموش هنر ساخت؟ چقدر هنر فراموش شما ساخت؟ نه. من یک چیز بر شما بگویم که من هیچ وقت به خاطر از اینکه اگر مرا کس لقب داده باشه باز من پرکارتر شده باشم نبوده. من پیش از او همه قدر کار کردیم که همی لقبا رو برام دادن. ببینین شما وقتی که برین بر یک شفاخانه ساده‌تر خود شما رو مثال میارم. شما یک دکتر هستین، میرین کارکردهایتان رو میکنین. اگر کارکرد شما بهتر نباشه و مریضتان خوب تداوی نکنین، بار دوم پیش شما کس مراجعه نمیکنه. وقتی برای ما مراجعه شده، وقتی ما تقدیر شدیم که کارکردهای ما قابل قدر مردم ما بوده و ما تا امروز همیشه هنرمند بودیم که هیچ وقت خاموش نبودیم، هیچ وقت هم بیکار نبودیم و هیچ وقت هم هنرمند نبودیم که استراحت کنم. با معذرت، ما بسیاری از هنرمندایی داریم که مثلا طور مثال پیش من اینطور نیست که یک هنرمند 50 سال پیش خوانده باشه. این به صراحت من میتونم بگم و من یک قدارم که بگم من هنرمند نه هنرمند میگم که از مردم خود برخواسته باشه و تا آخرین لحظات خود که میتونه برای مردم خود خدمت کنه و انجریش کار میته، فکرش کار میته، شیر پیدا کرده میتونه، چشمش دید داده، پایش دار رفته میتونه، هنرمند باید پر کار باشه و مسیر زندگی هنری خوده. اما تو مثل که یک عسکر یا یک صاحب منصب برای جنگ آماده میباشه، سلاح هنرمند هنرش است و با این سلاح خود همیشه در میدان مبارزه هنری خود باید باشه. شما موسیقی را از ما بین خانواده شروع کردین که برتون بسیار بی‌حد دشوار بود. بله؟ یعنی اجازه نداشتین اینا. بله. بعد از او وقتی که شما آرام آرام سر زبان‌ها افتادین، آیا بر شما این رسالت پیدا شد، رسالت هنری که راه را برای دیگران هم آسمان بسازه، نه به خاطر از یک تصویر شما را ببینن، برای زن دیگری که بتونه با آزادی مثبتش خوب زندگی کنه، در مابین شعرها و آهنگای تر انعکاس یافت؟ چرا نه. مثلا من اولم در افغانستان که بودم، اگر شما متوجه باشین ما همیشه آهنگای ما بر عشق خواندیم، بر کتاب خواندیم، بر زندگی خواندیم، بر باران خواندیم. ما همیشه آهنگای ما پیام آور بوده، همیشه آهنگای ما پیام داشته، بر وطن خواندیم، بر مادر خواندیم. و اینمی چیزایی بوده که مثلا آهنگای ما، خب البته من نمیگم همه هنرمندای خانم آهنگای زیبا خواندن، ولی اگر شما من هستی یک ژورنالیست بسیار توانا متوجه شده باشین، از این چیره های نوی که زمزمه میکنن، مصاحبه میکنن، و فکر میکنم اکثریت شانگای مر میکنن. میسر میخواستم بگویم کاملا دقیق. مثلا تصور بکنین که یک کسی آرام آرام معیار بالا رفته، بالا رفته و یک مرتبه بلند رسیده. آیا کسایی که نو شروع میکنن میتونه اینو بلرزونه؟ این معیار بلنده مثلا به طور مثال شما عمر حسامدین ناگهان امکان داره که کسی که نو شروع کرده باشه شما رو به وحشت بندازه که ممکن است؟ به هیچ وجه نه، به هیچ وجه نه. ببینید مثلا من وقتی که آمدم به او وقت تلویزیون نبود، رادیو افغانستان بود. وقتی که من خواندم، یعنی بسیار هنرمندان بزرگ در افغانستان پیش از من خواندن. ما خود آخر آمدیم چند دهه پیشتر، مثلا ببینین خانم رخشانه میخواند و خانم افسانه بانوی آواز میخواند و استاد مهوش میخواند و خانم جیلا میخواندن و خانم نایدینا میخواندن. وقتی که ما آمدیم، خود ما آمدیم، اما امروز اونا طال باقی ماندن و کارکردهای ما اتو نشد کنها را بلرزانه. این میخواییم بگیم بله. که هنر وقتی هنر نو تولید میشه جای هنر سابق نمیگیره، اضافه میشه پلوش. اجازه بتین، ما در پلوی خود
امی خانواده هنری ما زیاد میشه، ولی هر کدام ما برای خود جای می داشته باشیم. خانواده بزرگ میشه وقتی که دوشیزهای جوان میاین میخوانن، امی خانواده هنری ما بزرگ میشه. آیا رقابت ما بین هنر حرف درستیست یا حرف نابجاست؟ چرا؟ حرف درستیست اگر سالم باشه. دوست دارم هنر در بین در رقابت باشه، ولی با زیباییاش، با مقبولیاش. یعنی که در دنیای هنر هم رقیب سالم است هم رقیب ناسالم. بله بله، رقیب ناسالم. یعنی واژه رقیب میتونه هم سالم باشه هم ناسالم. هم ناسالم. یعنی واژه ناسالم زبانش ادایش ناراحت کننده میباشه، ولی اگر رقابت مثبت باشه زیباست. زیباست. ببینید مثلا طور مثال من میبینم یک خانم یک آهنگ میخونه، لباسش طور مثال مقبول میباشه، شعر مقبول میخونه یا صداش، من میگم بیا چرا نه، من باید از این کده بهتر باشم. من این رقابت دوست دارم. اما این رقابت که اگر کس زیبا بخونه مقبول بخونه دمی خانواده افزود شوه، باز کسی که در گذشته میباشه تبلیغ نادرست کنه، و اصلا اینی برتون بگیم با صراحت میگم که من نفرت دارم از این رقابت. چی چیزی پرستو رو آرام میسازه؟ پرستو همیشه آرام است، برای اینکه وقتی خود مطالعه میکنه کمبود احساس نمیکنه. چی چیزی از بیرون شما رو آرامش میده؟ در اطرافتان، در مخاطبایتان، در کارهای هنریتان، در گروهی که با او زندگی میکنید، در فامیلی کسی، چی چیز شما رو آرامش میده؟ چی از فواید آرامش دهنده شما؟ آرامش دهنده من همیشه، من زندگی خود بسیار امی آغاز صبح خود من با یک تقسیم اوقات دارم. من وقتی که بیرون میرم بسیار یگانه چیزی که اول من بسیار آرام میسازه، وقتی که میبینم که مثلا من در یک جاده روان هستم 5000 نفر روان است، اما در بین از این 5000 نفر یک 10 نفرش طرف من میده و پرستو رو میشناسه. این جالب ترین وقت زندگی من. چی چیز عصبانی میسازی تانه؟ من وقتی که ببینم که یک چیز از منطق بیرون باشه و در قسمت من گفته شده بس، بسیار ناراحت میشم. به امید از اینکه هیچ وقت پرستو ناراحت نشه. خدا نگهدار. زیاد خوشحالید. ببینید عزیز، تا برنامه دیگر.